از اون موقعی که درباره کره تیر یا مرکوری براتون گفتیم حدود 11 روز گذشته و ما رسیدیم به ساترن. سرعت خوبی داشتیم ها. میدونید چقدر راه از تیر تا کیوان؟ 1,366,000,000 کیلومتر. البته ما با سرعت اینترنت اومدیم. خب بریم سراغ زحل، کیوان یا ساترن که از این به بعد بهش میگیم همون کیوان. کیوان زیباترین سیاره سامانه خورشیدیه. بعضیا میگن نه، کره زمین زیباه. اما این کیوان یه چیز منحصر به فرد داره و اونم رینگ دورشه و خیلیا میگن این خیلی خوشگل‌تر از زمینه. البته همه اینا از دوره ها، نزدیک بره اون تو آدم هیچ قشنگی نداره. ولی زمین رو که بیای نزدیکش میبینی چه بهشتیه. اگر کیوان این رینگو نداشت یک سیاره زشت بی خودی میشد. خب حالا بریم سر اصل مطلب. کیوان دومین سیاره بزرگ منظومه خورشیدیه، البته بعد از مشتری یا به فارسی هرمز. قطر کیوان 10 برابر قطر زمینه. دانشمندان میگن این سیاره به این بزرگی سبکترین سیاره سامانه خورشیدیه. بایستی بدونید که کیوان هم مثل مشتری از گاز تشکیل شده و 2 گاز مهمی که این سیاره رو تشکیل میده هیدروژن و هلیومه. دانشمندان میگن وزن مخصوص این سیاره به قدری کمه که در آب فرو نمیره، چون مولکول‌های این 2 گاز که سیاره رو تشکیل دادن از آب سبک‌ترن. هیچ کدوم از سیاره‌های دیگه سامانه خورشیدی، حتی همون تیر کوچولو هم روی آب شناور نمیشه. این فقط مزیت کیوانه. ببینید این سیاره یا هر سیاره‌ای که از گاز تشکیل شده سطح نداره، یعنی نمیتونی بری روش بیستی، چون یک هسته وسطشه که از سنگ و آب و یخ تشکیل شده و جاذبه شدیدی داره و این گازها را دور خودش جمع کرده و شده یک سیاره غول‌پیکر. یعنی میتونی تو تئوری بگی که زمین هم اگر شروع کنه جو خودش رو ضخیم تر کردن بزرگ و بزرگتر میشه و در نهایت میشه یک سیاره گازی. ولی دوروبر ما گاز آنچنانی وجود نداره که جاذبه زمین اونو بکشه طرف جو. قطب شمال این سیاره عالمی داره. یک 6 ضلعی کامل در اونجا درست شده که 2 برابر قطر زمین طولشه. در این 6 ضلعی یک طوفان دائمی و وحشتناک در حال حرکته و خوشبختانه هیچ موجود زنده‌ای در این طوفان نیست، چون هیچ چیز در این سیاره زنده نمیمونه. روی این سیاره به هیچ وجه نمیشه پیاده شد، نمیشه زندگی کرد و فعلا در خوابم نمیتونیم ببینیم که بریم تو مغز این گازها و هستش رو آزمایش کنیم. پس فعلا رهاش میکنیم. اما میریم سراغ ماهاش. کیوان بیشتر از 50 ماه تایید شده داره که تحقیقات در اونا باعث میشه که تعداد این ماها اضافه بشه، چون خیلی کرات مختلفی دور این سیاره گردش میکنن اما مطمئن نیستن که ماه کیوان باشه. یکی از کوچکترین ماهای کیوان انسلادوسه که از یخ تشکیل شده. 500 کیلومتر هم قطرشه. یک ماه نقلیه. اما بزرگترین ماه کیوان تیتانه که 5150 کیلومتر قطرشه. دقیقاً میشه به اندازه ارز کانادا. تیتان تنها ماه سامانه خورشیدیه که هم ابر داره و هم جو درست حسابی. دانشمندان باور دارن زیر یخهای تیتان و انسلادوس یک اقیانوسه و شاید هم درون آبهای اون زیر زندگی وجود داشته باشه.
این تعداد زیاد ماه برای کیوان خاصیتی که دارن اینه که کمک میکنن تا رینگ کیوان سر جاش بمونه. رینگ کیوان پیچیده ترین رینگ سامانه خورشیدیه. در این رینگ خیلی چیزها در حال حرکته، اما بیشتر تیکه های اون یخ و سنگه و اندازه اونها از اندازه یک گرد و خاک شروع میشه تا به اندازه یک کوه نسبتاً بزرگ میرسه. همه اینها در دور کیوان در حال گردشن، اونم به شکل این رینگ. اگر این رینگ رو یک برش به این شکل بزنی، به اندازه 4.5 برابر کره زمین پهناشه. اما این طول به این عظمت فقط 1 کیلومتر ضخامتشه و برای همین شما رینگ رو نازک میبینید. حالا چرا این رینگ اینقدر نازک و کشیده شده؟ به خاطر ماه‌های کوچیکیه که در دوروبر این رینگ وجود داره و جاذبه اونها باعث میشه این رینگ کش پیدا کنه و قدرش کم باشه. جالب اینه که انسان‌ها این سیاره رو هزاران ساله که میشناسن. اول فکر میکردن یک ستاره است، اما قرن 18 که تلسکوپ اختراع شد معلوم شد که کیوان یک ستاره نیست، بلکه یک سیاره غول‌پیکره. وقتی تلسکوپ اختراع شد و چشم دانشمندان به کیوان افتاد، براشون خیلی جالب بود. رینگ اون خودش یک دنیایی بود، همینطور ماه‌های مختلفش. خلاصه یک کار بزرگی برای دانشمندان جور شده بود که هر روز یه چیز جدید در مورد این کشف کنن. یک سال کیوان 29 سال ما طول میکشه. خب راش دوره دیگه، چون با خورشید خیلی فاصله داره. یادتونه که تیر نزدیکترین سیاره به خورشید در عرض 88 روز زمینی یک دور دور خورشید میزنه، چون نزدیکترینه، ولی این فاصلهش با خورشید زیاده. اما یک شبانه روزش 10 ساعت و 42 دقیقه طول میکشه، یعنی در عرض این مدت یک دور دور خودش چرخیده. این سرعت گردش سریع به دور خودش باعث همون طوفان 6 ضلعی شده. یه جورایی اون تیکه 6 ضلعی بر اثر گردش سریع سرعتش رفته بالاتر. در سال 1997 ناسا کاسینی رو روانه کیوان کرد که بره ببینه چه خبره اونجا و ماهای این سیاره غول‌پیکر در چه وضعیتی قرار دارن. بیشتر همه این چیزایی که براتون تعریف کردیم کار همین کاسینیه. کاسینی 7 سال تورا بود تا برسه به کیوان. اون در سال 2004 رسید به کیوان و کارشو شروع کرد. این کاوشگر 13 سال تموم، یعنی تا سال 2017 به خوبی به کارش ادامه داد و تحقیقاتش رو در اختیار زمینی ها گذاشت و از دنیا رفت. ناسا تصمیم گرفت جنازه اینو وارد گازهای کیوان بکنه که از بین بره. اما قبل از اینکه به اون گازهای اصلی برسه، سوخت و خاکستر شد. ببینید، همه این سیاره های سامانه خورشیدی رو گفتیم، فقط این دوتا آخری ها مونده، اورانوس و نپتون، که نوبتش رسید تقدیمتون میکنیم.